السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آقای رئیس انتخاب جنابالی را به ریاست هفتاد و هشتمین نشست مجموع عمومی سازمان ملل متحد تبریک می گویم. از سال قبل که من از این تریبون با شما سخن گفتم جهان دستخوش تحولات مهم تلخ و شیرینی بوده است قریب به هشت دهه پس از تأسیس سازمان ملل اجلاس جدید مجمع عمومی در حالی آغاز می شود که جهان تحولات بی سابقه و تاریخسازی را تجربه می کند در این میان آنچه تضمین کننده آینده روشن برای جامعه بشری است توجه به ارزش های والایی است که انسان را به سمت کمال و کرامت سوق می دهد. و چه چیزی بهتر از کلام پروردگار متعال که میتواند انسانیت و ارزش های تعالی بخش انسانی را تعریف کند. گزار گرامی آیان و خانوم ها قرآن کلام خداوند و کتابی است که انسان را به اقلانیت معنویت عدالت و اخلاق و حق باوری دعوت میکند سه رکن اساسی در قرآن کریم توحید عدالت کرامت انسانی است که تأمین کننده سعادت بشر است مگر قرآن چه فرموده است که کینه های مستکبرین و ارباب قدرت و ثروت را برانگیخته است قرآن میفرماید ای بشر ستم و تفرقه را نپذیر با این رهنمود میتوان جهانی از کرامت و عظمت ساخت قرآن از وحدت بشر میگوید به این که همه ساکنان زمین همچون خواهر و برادرند و از یک پدر و مادر قرآن انسان را نماینده خداوند و زن و مرد را با وجود تفاوت‌های طبیعی مکمل یکدیگر و مساوی در محضر خداوند می‌داند. قرآن از حریم خانواده دفاع می‌کند و کودک را امانت خداوند می‌داند. وفای به عهد و پیمان راستگویی و امانتداری صداقت در مراودات و معاملات خدمت به محرومان و مبارزه با فقر و فحشا و بیعدالتی و تبعیز آری این هاست محتوای قرآن شریف آیا این نخستین بار است که کلمات خداوند را می سوزانند و گمان می کنند صدای ملکوت را برای همیشه قطع کردند آیا نمرود و فرعون و قارون بر ابراهیم و موسی و عیسی پیروز شدند قرآن توهین به عقاید و باورها را منع کرده و احترام به ابراهیم و موسی و عیسی را احترام به وجود رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم میداند و ما اوتی موسا و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش انسانساز، ساز تمدنساز تمدن ساز برای جوامع بشری هرگز نمی سوزد ابدی است تا زمین زمین از تو زمان زمان باقی است آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد آقای رئیس اسلام ستیزی و آپارتاید فرهنگی در صورتهای مختلف خود از جمله سوزاندن کتاب مقدس قرآن تا منع حجاب در مدارس و دهها تبعیز شرماور دیگر شایسته های، انسان معاصر نیست پشت پرده این نفرت پراکنی ها تراحی بزرگتری وجود دارد و تقلیل آن به مقوله آزادی بیان گمراه کننده است به قول یکی از غربی ها غرب که اینک با بحران هویتی و کارکردی مواجه شده است جهان را جنگل و خود را باقی زیبا می بیند برخی جریان شوم ولی قدرتمند راه حل را در بحران سازی و دشمن تراشی می بینند این آپارتاید فرهنگی جامعه مسلمانان و به خصوص مهاجران را هدف قرار گرفته است مهاجرانی که خود قربانیان سیاست های استعمار هستند ما نیز همچون همه مؤمنان و آزادی بر این باوریم که احترام به ادیان الهی جزو دستورکارهای بین المللی قرار گیرد و سازمان ملل نیز با طراحی سازکاری احترام به ادیان الهی را تضمین نماید در کنار جنگ علیه اسلام شاهد جنگ علیه خانواده نیز هستیم خانواده اصیل ترین دیرپاترین بنیادی ترین و فطری ترین نهاد بشری است که امروز در معرض تهدید قرار گرفته است امروز جنایت علیه بشریت فقط اشغال سرزمین ها و کشتار بیگناهان و استعمار ملت ها نیست بلکه هجوم به پناهگاه فطری و طبیعی بشر یعنی خانواده نیز جنایت علیه بشریت است حفاظت از حریم خانواده و ازدواج که از وصلت یک زن و یک مرد شکل میگیرد یک واقعیت جهانی است که باید به دستور کار مشترک جهانی تبدیل شود آموزش توسعه و تعالی انسانی جز در چارچوب ارزش‌های خانوادگی به کمال نمی رسد. روایت های ساختگی از زوجیت و جنسیت در حقیقت تلاش برای حذف مفاهیم متعالی نظیر مادر، پدر و خانواده طبیعی است. اقداماتی که می‌توان آن را مصادیق جنایت علیه بشریت و موجب انقطاع نسل بشر دانست. مقابله با چنین روی کردهایی وظیفه انسانی ماست ما امروز نیازمند جنبش جهانی تعهد به خانواده هستیم تا همه اعضای خانواده زندگی گرم در کنار یکدیگر را تجربه کنند ما از همه رهبران جهان و رهبران ادیان الهی می خواهیم به وظیفه تاریخی خود در حمایت از جایگاه اصیل مفهوم خانواده و مقابله با روایتهای های ساختگی عمل نمایند ما از سازمان ملل انتظار داریم که احترام به جایگاه والا و اصیل خانواده را در صدر دستور کار خود قرار دهد خانوم ها و آقایان ما در یک دوره سرنوشتاز تاریخی قرار گرفتیم جهان در حال تغییر و گذار به نظم بین المللی نوظهور است و این مسیر غیر قابل برگشت است معادله سلطه غربی برای جهان دیگر جواب نمی دهد نظم کهنه لیبرال که در خدمت منافع سلطگران و سرمایداران سیری ناپذیر بود کنار زده شده است و در یک کلام پروژه امریکایی کردن جهان شکست خورده است ملت ایران افتخار دارد که به مدد انقلاب شکوهمند اسلامی خود بیشترین روشنگری را در برانداختن نقاب از چهره سلطگران شرق و غرب انجام داده و با همراهی دیگر ملت‌های غرب آسیا نقش تعیین کننده‌ای در ناکامی نظام سلطه داشته است اینک که مقاومت و بیداری ملت‌های جهان از همیشه بیشتر شده و قدرت‌های نوظهور سر برآورده‌اند امید است که نظم جدید و عادلانه بر جهان حاکم گردد آنچه برای نظم بین‌المللی جدید کلیدی است کنار گذاشتن سلطه جهانی و جایگزینی آن با نظم ها و همکاری های است. جمهوری اسلامی ایران از حد همگرایی اقتصادی و سیاسی درون و میان منطقه ای حمایت می کند و علاقمند است تا بر اساس عدالت با همه جهان تعامل داشته باشد. با این حال اینکه کشورهای مستقل جهان در مسیر همکاری و همگرایی بیشتر قدم برمیدارند شاهد تلاش برخی قدرتها برای شعلهور کردن آتش درگیری در مناطق مختلف جهان هستیم آنها با داشتن ذهنیت جنگ سرد به دنبال بلوکبندی مجدد جهان هستند این حرکت ارتجایی و به ضرر امنیت و رفاه ملت هاست جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر این باور است که نباید اجازه داد شرق و غرب جدیدی شکل بگیرد نامکردن کردن کریدورهای تجاری تنزل درجه کشورها از متحد به وابسته ممانعت از رشد اقتصادی کشورهای مستقل و ایجاد جنگهای نیابتی در آسیا و اروپا بخشی از همین زنجیره شوم است تنز ماجرا آن است که این اقدامات را به اسم دفاع از دموکراسی مطرح می کنند اما همه جهان از جمله ملت ما در غرب آسیا معنای واقعی دموکراسی غربی را لمس کردند و میدانند که صرفا اسم رمزی است برای کودتا اشغالگری جنگ تکلیف دنیا با پروژه و مکتب لیبرال دموکراسی مشخص است چرا که میدانند چیزی نیست جز یک دستکش مخملی که زیر آن دستی چدنی قرار دارد اینک مکتبی که میخواست الگوی جهان باشد به درس عبرت تبدیل شده و به پایان راه خود نزدیک شده است قانوم ها و آقایان درست در زمانی که برخی قدرت ها جهان را به سوی جنگ های بیشتر پیش میبرند جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی و همگرایی را مطرح کرده است سیاست همسایگی سیاستی خیرخواهانه برای منطقه است و بر این اساس همکاری های گسترده اقتصادی و تقویت پیوند های زیرساختی تقویت پیوند های زیرساختی در صدر دستور کار منطقه ای قرار می گیرد جمهوری اسلامی هر دستی را که برای دوستی دراز شود به گرمی می فشارد همسایه مستقل و قدرتمند برای منطقه یک فرصت است اینک منطقه ما از دو دهه تنش و بحران تحمیلی عبور کرده و مقاومت ملت‌های آزاده در ایران و عراق، یمن، لبنان، سوریه، فلسطین، افغانستان به ثمر نشسته است، چشمانداز فراروی منطقه را صرفاً می‌توان با تعمیق اعتماد سیاسی متقابل، همکاری‌های اقتصادی گسترده و امنیت درونزا تضمین کرد. بر این اساس ایران فصل نوینی از روابط سودمند با کشورهای همسایه همسو و هماندیش را رقم زده است با عضویت در سازوکارهای منطقی و بین‌المللی، المللی خود را برای شکل دهی به نظمی عادلانه به اشتراک گذاشته است و با اولویت دادن به تکمیل راهگذرهای تجاری از جمله راهگذر شمال جنوب که پیوندهنده جهان شمال با جهان جنوب است منافع پایدار اقتصادی را برای همه ملت های منطقه تضمین می کند همچنین جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به منظور کاهش و مدیریت آثار مخرب تغییر اقلیم ظرفیت های بینظیر طبیعی و فنی خود را در حوزه تولید و انتقال انرژی های پاک با دیگر کشورها به اشتراک بگذارد در سطح امنیتی سیاست همسایگی به دنبال تضمین امنیت پایدار از طریق همکاری های دورون منطقی و ممانعت از مداخله خارجی است از قفقاز تا خلیج فارس هر گونه حضور بیگانه تنها نه تنها بخشی از راه حل نیست بلکه خود مشکل است از قفقاز تا خلیج فارس هر گونه حضور بیگانه نه تنها بخشی از راه حل نیست بلکه خود مشکل است ما امنیت همسایگان را امنیت خود و هر گونه ناامنی برای آنها را ناامنی برای خود میدانیم ما با جدیت و حسن نیت ابتکاراتی را در منطقه رقم زدیم با این حال پیوند سیاست و امنیت نیازمند تحکیم است و تنها زمانی پایدار می شود که با همکاری های اقتصادی معنادار ترکیب شود منطقه غرب آسیا به خاطر تجربه طولانی استعمار و تجاوزات نظامی مکرر فرصت های زیادی را برای توسعه و پیشرفت از دست داده است اینک که با هدایت رهبری انقلاب اسلامی امام خامنه ای دکترین مقاومت امواج اشغالگری و تروریسم را با موفقیت به عقب رانده فرصت و اصل جدیدی برای منطقه رقم خورده است قدرت جمهوری اسلامی قدرتی امنیت ساز است و با حذف گزینه‌های جنگ اشغالگری و تجزیه کشورها از روی میز قدرتهای سلطگر های جدیدی را برای منطقه گشوده است جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اولویت منطقه وحدت اسلامی و توسعه جمعی است بدون تردید پایدارسازی امنیت منوط به توسعه جمعی است و این تنها راه سعادت در غرب آسیاست. سرزمین ایران فرصت های بینظیری برای سرمایهگذاری دارد و اولویت دادن جمهوری اسلامی و همکاری های اقتصادی فرصتی برای کشورهای منطقه و جهان محسوب می گردد. جناب آقای رئیس و حضار گرامی سال گذشته سال پیروزی ملت ایران بود برخی از کشورهای غربی و سرویس های اطلاعاتی آنها در سال گذشته دچار اشتباه محاسباتی شدند و برای یک بار دیگر قدرت ملت ایران را دست کم گرفتند از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی دشمنان ملت ایران با بحران سازی های پیاپی انواع جنگ و تحریم و فشار حداکثری را بر مردم ما تحمیل کردند چهل و پنج سال است که این سیاست ها شکست خورده و ملت ایران به پیروزی های پیاپی پی دست یافته است اکنون آنها با جمهوری اسلامی مواجهند که به پشتوانه پیوند عمیق با ملت خود هم مقاومت کرده است و هم پیشرفت در سال گذشته نیز ملت ایران آماج بزرگترین حمله رسانه‌ای و جنگ روانی تاریخ قرار گرفت آیا آمریکا که خود بزرگترین زندان مادران در جهان را دارد میتواند صادقانه نگران حقوق زنان باشد در این مدت تصویری که از ایران به جهان مخابره شد محصول سرکوب اطلاعات معتبر و اشاعه اطلاعات نامعتبر بود با وجود تولید و انتشار ده ها هزار خبر و گزارش دروغ درباره ایران واقعیت های مهمی از ایران در سراسر جهان سانسور شد آیا شما تا کنون چیزی درباره بمباران شیمیایی مردم ایران شنیده اید؟ آن سلاح شیمیایی را برخی از اروپایی‌ها ها به صدام صد داده بودند آیا تصویر مصدومان شیمیایی را که هنوز زندان ولی حدود 35 و سال است که در بیمارستان بستری هستند و درد میکشند دیده اید؟ آیا تصویر کودکان مبتلا به بیماری پروانه که به خاطر تحریم دارو توسط امریکا و بعضی از کشورهای غربی درد میکشند از قاب رسانه های اصلی به دنیا مخابره شده است؟ آیا جلوه های صبر و مقاومت و ایثار و شهادت را در مردم مقاوم ایران اسلامی تصاویرش را مشاهده کرده اید؟ آیا از حرکت بی بدیل و 22 میلیونی مردم کشورهای مختلف در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در عراق چیزی شنیده اید؟ امنیت امروز برخی از کشورها در منطقه ما مدیون مجاهدت های سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی است و اگر رشادت حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار ما نبود قهرمان مبارزه با تروریسم خیلی از مناطق در آتش داعش میسوخت. اما آیا از این رشادت ها و شهامت ها و ایستادگی ها در مقابل تروریسم شما در رسانه ها و هالیوود تصاویری را مشاهده کرده اید؟ تشییع جنازه 25 میلیونی فرمانده مبارزه با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سانسور شد اندوه و خشم و حس انتقام 85 میلیونی ملت ایران و امت اسلامی سانسور شد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی جایزه به داعش بود که به گفته مقامات سابق امریکا ساخته دست خودشان بود گفتند داعش را ما ساختیم به همین خاطر به جای آن که از آن فرمانده شجاع و دلاور تقدیر شود او ترور می شود چرا؟ اما جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه ابزارها و ظرفیتها برای اجرای عدالت و محاکمه عاملین و مباشران این تروریسم دولتی تا حصول نتیجه قطعی از پای نخواهد نشست خون مظلوم پایمال نخواهد شد و دامان ظالم گرفتار خواهد شد رؤسای محترم دولت ها، هیئت ها، خانوم ها، آقایان اشغالگری تروریسم و افرادگرایی از جمله مهمترین تهدیدهای جدی در غرب آسیا هستند که بر همزننده ی هر نظم مبتنی بر منافع ملتهای منطقه است ریشهکنی تروریسم در گروه مبارزه فراگیر و هدفمند با ریشه ها و جلوه های آن و مجازات بدون تبعیض تروریست ها در سراسر جهان است استفاده برخی دولت غربی از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی مبارزه کشورهای منطقه علیه تروریسم را خونسا خواهد کرد مدیریت و بهرهبرداری برخی از سرویس های امنیتی غربی از بستر گروه های و به ویژه جابجایی هدفمند نیروهای جنگجوی خارجی در حوزه های مختلف جغرافیایی نیز به این نگرانی ها دامن میزند. برخی از کشورهای اروپایی باید پاسخ بدهند که چرا به پناهگاه امن برای گروه های تروریستی که تا کنون بیش از هیفته هزار نفر از شهروندان ایرانی را در کوچو خیابان ترور کردند معمن شدند و محل امنی شدند برای گروه های تروریستی باید پاسخ بدن کشورهای اروپایی چرا در عین ادعای مبارزه با تروریسم پناهگاه شدن برای گروه های تروریستی این دوگانگی است تبعیض در مبارزه با تروریسم به معنای چراغ سبز به تروریست هاست ایران که خود بزرگترین قربانی تروریسم است پیش قراول مبارزه با تروریسم در منطقه می باشد ملت های منطقه ایران را شریکی مطمئن برای امنیت خود و رژیم اشغالگر قدس را عامل اصلی ناامنی بیثباتی و ترویج خشونت در منطقه می دانند. آیا وقت آن نرسیده که به هفتاد و پنج سال اشغال سرزمین فلسطین و ظلم با آن ملت مظلوم و کشتار زنان و کودکان پایان داده شود و حقوق ملت فلسطین برسمیت رسمیت شناخته شود تداوم اشکال فلسطین و بخشهایی از خاک لبنان و سوریه توسط رژیم سیونیستی و محروم ساختن ملت مظلوم فلسطین از حقوق مسلم و ذاتی خود به ویژه در تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت المقدس منجر به تشدید جنایات این رژیم و گسترش دامنه تجاوز و تهدید به سایر کشورهای منطقه شده است تنها حکومت مبتنی بر آپارتاید و تبعیض نژادی باقیمنده در جهان که بر مبنای جنگ اشغال تروریسم و نقض حقوق ملتها ها شده و بر همین مبنا و روش ادامه حیات می دهد نمی تواند شریک صلح باشد وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه توایف قومیت ها و مذاهب در این کشور تأکید دارد در این حال اقدام عاجل بین‌المللی برای رسیدگی به بحران فوری پناهجویان پناهجویانی که از کشور خارج شده اند به خصوص در ایران اسلامی ضروری است در قضیه جنگ اوکراین و روسیه نیز مایلم بار دیگر بر موضع جمهوری اسلامی ایران در رد جنگ به عنوان راه حلی برای هر گونه مخاصمه تاکید کنم ما جنگ در اروپا را به نفع هیچ طرف اروپایی نمی دانیم. هر طرح آتش بس در جنگ اوکراین از سوی امریکایی ها رد کردن هر طرح آتش بس در جنگ اوکراین از سوی امریکایی ها نشان می دهد که امریکا برای تضعیف اروپا برنامه بلند مدت دارد. ما از هر ابتکاری برای پایان جنگ و آغاز روند سیاسی حمایت می کنیم و آمادگی خود را برای نقش سازنده در این عرصه اعلام می داریم. آقای رئیس، خانوم ها و آقایان، خروج امریکا از برجام نقض اصل مسلم وفای به عهد بود، خروج امریکا از برجام نقض اصل مسلم وفای به عهد بود دولت امریکا با نقض سریح مفاد 22 2231 شورای امنیت از عمل به تعهدات خود زیل برجام اجتناب می کند با این رفتار امریکا عملا و برخلاف تمام ادعاهایش گریزی و زورگویی را به جای همکاری تجویز کرده است امریکا باید با اعتماد سازی اثبات کند که دارای حسنیت است و اراده واقعی برای عمل به تعهدات خود و نهایی کردن مسیر دارد اروپایی ها نیز که در پی سالها عدم پایبندی به تعهدات خود از جمله در لغو تحریم ها اکنون برجام و قدنامه 22 سی که شورای امنیت سازمان ملل را رغز می کنن باید درک کنند که با سرعت گرفتن در مسیر پرهزینه تقابل بازنده خواهند شد سلاح هستی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد گزارش های رسمی مراجع زیربط بینالمللی و, و حتی جوامع اطلاعاتی غربی نیز بارها بر صحت این ادعا تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران همانند دو دهه گذشته به هیچ عنوان از حق مسلم ملت خود برای بهرهمندی صلحآمیز از فناوری هستهای کوتاه نخواهد آمد تنها مجرم اتمی جهان نه تنها به تعهدات خود زیل امپیتی مبنی بر خل اصلاح اتمی عمل نمی کند بلکه با اعمال تحریم های یک جانبه غیرقانونی اصول مسلم حقوق بین الملل و منشور ملل متحد را نقض و حقوق ملت ها را پایمال می کند اما این تحریم ها بر عزم قاطع ملت ما در مسیر پیشرفت کشور بی تأثیر بوده است وقت آن رسیده که امریکا به بحران تصمیم گیری خود پایان دهد و مسیر صحیح را انتخاب کند خانوم ها و آقایان بشر در حال ورود به مدار جدیدی است قدرت های کهنه در حال افولند آنها گذشته هستند و ما آینده ایم تکرار میکنم آنها گذشته هستند و ما آینده ایم نگاه ما به آینده امیدوارانه است جهان در انتظار منجی است که ادیان الهی جملگی آن را وعده دادند این منجی وجود و حضور دارد مؤمنانه باور داریم که بر مبنای مشیت و اراده الهی همانطور که پیغمبران الهی وعده دادند عدالت جهانی خواهد شد و حکومت بندگان صالح پروردگار در سراسر زمین حکم فرما و بشریت با رشد آگاهی و نابودی جهل رستگار می شود جهان در انتظار رودی است که هرمان به فرجام رسد از توجه شما سپاسگزارم از هیئت رئیسه محترم تشکر می کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته